سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. قتل ایسیدور فینک رو بسیاری کامل ترین قتل تاریخ میدونن. قتل اون از بسیاری جهات به حدی عجیب بود که ماموران پلیس از پیشگو برای پیدا کردن قاتل استفاده کردند. در این برنامه با ما همراه باشید تا کامل ترین قتل تاریخ، قتل ایسیدور فینک رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. ایسیدور فینک در سال 1875 در لهستان به دنیا آمد. در اوایل قرن 20 از لهستان به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک و دقیقاً در نزدیکی میدان مشهور تایم مغازه خوش‌شویی نسبتاً موفقی را برپا کرد. زندگی اون کاملاً عادی و متعادل بود تا اینکه در 9 مارچ سال 1929 نام اون به شکلی عجیب معروف شد. در اون شب بعد از شستشو و تحویل تعدادی لباس و پتو، ایسیدور فینک به محل زندگی خودش که خونه‌ای کوچیک در کنار همون مغازه خوش‌شویی بود برگشت. ما بین ساعت 10:15 تا 10:30 همسایه‌های اون چندین مرتبه صدای فریاد از محل زندگی ایسیدور فینک شنیدن و به همین دلیل پلیس رو خبر کردن. با توجه به اینکه یک مأمور پلیس در همون نزدیکی بود، تونست خودش رو به سرعت به محل برسونه. بررسی‌های بعدی نشون میداد که با توجه به نزدیک بودن مأمور پلیس به محل حادثه، از لحظه تماس تا رسیدن اولین مأمور پلیس چیزی کمتر از 5 دقیقه زمان برده بود. نام این مأمور آلبرت کاتنبرن بود و زمانی که پلیس قصد ورود به خونه رو داشت، متوجه شد که در از داخل قفل شده. شکستن در ممکن نبود. در نتیجه آلبرت تلاش کرد که از طریق پنجره وارد خونه بشه، اما متوجه شد تمام پنجره ها هم از داخل قفل شدن و یکی از پنجره ها حتی با میخ به چارچوب محکم شده بود. هیچ راهی وجود نداشت که شخصی محل رو ترک کرده باشه و در رو هم از داخل قفل کرده باشه. با این وجود حتی پنجره های خونه به حدی کوچک بودن که یک شخص عادی مطلقا نمیتونست از درون اونها وارد یا خارج بشه. در نتیجه پلیس با شکستن پنجره و کمک گرفتن از یک کودک تونست در رو باز کنه. در این زمان مامورین پلیس دیگه‌ای هم به محل رسیده بودن. پس از ورود به خونه و در اتاق خواب که پرده اون کشیده شده بود، جسد ایسیدور فینک رو پیدا کردن. در حالی که روی زمین افتاده بود و 3 گلوله بهش شلیک شده بود. 2 گلوله به سینه و 1 گلوله به مچ دست. با توجه به وضعیت عجیب و غریب خونه و این مسئله که با وجود اینکه صدای فریاد شنیده شده بود اما صدای گلوله نه، مامورین پلیس شدیداً سرگردان شدند و به سرعت چندین کارآگاه با تجربه به محل اعزام شد. در ابتدا بسیاری موضوع خودکشی رو مطرح کردند، اما به نظر نمی رسید که چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. صحنه قتل پیش روی پلیس در نهایت تبدیل به یکی از پیچیده ترین و عجیب ترین پرونده های جنایی تاریخ آمریکا شد. بررسی های بعدی نشون میداد که اسلحه ای در خونه وجود نداره و به نظر می رسید که سرقتی هم اتفاق نیفتاده، چرا که خونه کاملا مرتب بود و مقداری پول هم در جیب کت ایسیدور فینک قرار داشت که دست نخورده رها شده بود. قتل در اتاقهایی دربسته و بدون راه ورود مسئله عجیبه که گاه و بیگاه مامورین پلیس و ادارات جنایی سراسر جهان رو در بهت فرو میبره و این پرونده بدون شک یکی از اولین و معروفترین اونهاست. با توجه به مدارک موجود در محل و خصوصاً پیدا نشدن اسلحه، پس از مدتی موضوع خودکشی رفع شد و پرونده قتل مطرح شد. اما سوال اینجا بود که قاتل چگونه از خونه خارج شده؟ بررسی های دقیق نشون میداد که همه در و پنجره ها از داخل قفل شده بودن و
راه مشخصی برای قفل کردن اونها از خارج وجود نداشته. تیم‌های بررسی اعزام شده حتی برای یافتن در و نقطه مخفی در خونه هم جستجو کردند. اما در نهایت چیز خاصی یافت نشد. در این زمان با توجه به نبود هر گونه مدرک و حتی فرضیه خاصی در این مورد، نیروهای پلیس از فردی به نام ادوارد واینتن که یک پیشگو بود کمک گرفتند. اما پس از چندین روز همکاری، از این روش هم چیز خاصی به دست نیومد. کار تا جایی پیش رفت که پلیس بار دیگه موضوع خودکشی رو مطرح کرد. تعدادی از بهترین کاراگاه‌های نیویورک مسئول بررسی این پرونده عجیب شدن و در نهایت این موضوع گزارش شد. بررسی‌ها نشون میدن که امکان شلیک او با این روش به خودش برای خودکشی ممکن نیست. پرونده قتل ایسی تورفینگ سه هفته بعد به دلیل نبود هر گونه شاهد و کمبود مدارک به شکلی ناقص رها شد. در سال 1993 تلاش دیگه‌ای برای حل این مسئله با توجه به تمام مدارک باقی مونده از اون در آرشیو پلیس آغاز شد. اما در اون زمان هم نکته جدیدی یافت نشد. به نظر می رسید که پاسخ دقیق این قتل عجیب و غریب برای همیشه یک معما باقی میمونه. ولی واقعاً آقای ایزیدورفینگ چه جوری به قتل رسیده بود؟ نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.